من از شما میخوام که صدای منو به همه برسونید. ما ایرانی ها درد داریم. به شما هنوز از رون میده اصرار دارید در حرفای باطل خودت. درود به شبکه یک کلمه. درود به انسانیت شما. و تلویزیون ملی ما تلویزیون کلمه است، نه تلویزیون خودمون. با سلام خدمت شما عزیزان در شبکه کلمه، ناصر هستم از ایران. همه دنیا دیدن که در بزرگداشت مراسم قربانیان هواپیمای اوکراین که در کانادا برگزار شد، رژیم رو دیدن که با قساوت تمام و با نهایت جنایت این جنایت انجام داده و این همه انسان‌های بیگناه رو با هواپیما کشید، همچنین که در سینما رکس آبادان زنده زنده مردم سجون شد و مادران داغدیده اسامی فرزندانشان را با دل سوخته آتشین بیان می‌کردند در اونجا که مال هواپیمای اوکراینی بود. اما در بعضی جاها صحبت از عدالت می‌شد که عدالتی هم وجود نداره و بعضی هم در آخر به غرامت می‌رسید حرفها. اگر این غرامت پرداخت بشه از جیب ملت ایران خواهد بود. جنایت را رژیم کرده، چرا غرامت از جیب ملت باشه؟ غرامت واقعی نابودی رژیم می باشد. ملت ایران 90% زخمی و عفونت شدید از دست رژیم دارد و این رژیم را نمی خواهند. ای جهان، ای سیاست مداران جهان، بفهمید، بشنوید، وقتی ملتی رژیم را نمی خواهد، آن دولت و رژیم به رسمیت و مشروعیت خود را در جهان و نهادهای جهانی سازمان ملل همه جا از دست داده. همه نهادهای جهانی باید همکاری لازم را برای نابودی این رژیم آخوندی نامشروع و فاسد را در نظر بگیرند. آمریکا و اروپا و غیره بدانند هر نوع مذاکره با رژیم آخوندی مردود چه هستی باشه، چه غیر هستی، چه دیپلماتی، هر چیز، این جهان و این سیاست مداران دروغین جهان، این رژیم مشروعیت ندارد. آقا ملت این رژیم را نمیخواهند، ملت ایران نمیخواهند رژیم. چرا از این رژیم پشت پرده و آشکارا حمایت میکنی؟ کارمندان تلویزیون کلمه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رحمت خداوند جل علا شانه نصیب حالتان باد. شیوه معقول هدایت، اشاعه و انتشار دین مبین اسلام را برای بشر کره زمین برگزیده اید. متحدین شما از جمله کسانی می باشند که می گویند ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. ای پروردگارا ما هر آینه شنیدیم ندا کننده ای را به آواز بلند ندا می کرد به سوی ایمان که ایمان آرید به پروردگارتان، پس ایمان آوردیم. سلام میکنم و درود میفرستم به مدیران و دستندرکاران شبکه جهانی کلمه و از برنامه های بسیار خوبتون تشکر میکنم. برنامه های بروز و روشنگری دین، مذهب و سیاست و اقتصاد مردم ایران. خدمت شما عرض کنم که در خصوص موضوعات برنامه های امروزتون که و همچنین این روزها در خصوص موضوع قتل فاطمه یا حضرت فاطمه عرض بکنم که به هیچ وجه سوابق تاریخی برای این موضوع وجود نداره. به هیچ وجه اینا نمیتونن از روی روایات و یا تاریخ این موضوع رو ثبت بکنن و حتی ارائه بکنن و به مردم بخورونن. قدیم ها که پدرها مادرها میگفتن، میتونستن این موضوع رو نسل در نسل به صورت دروغ از طریق دروغ آخوندها انتقال بدن، ولی امروزه که روشنسازی هست و یکی از این شبکه ها شبکه، بذار بگم ملی، چون ما این شبکه جهانی کلمه رو یه شبکه ملی خودمون میدونیم، شبکه کلمه انقدر اینا آزادی خواه هستن، انقدر اینها حریت دارن که حتی صدای مخالفات خودشون و حتی اونایی که فوش میدن هم حتی پخش میکنن، حالا اگه رکیک نباشه حتی قطع نمیکنن.
خدمتتون عرض کنم که ما برای زدن این هواپیما که اینها از ترس آمریکا برای جلوگیری از انتقام آمریکا، که آمریکا همون روزی که قاسم سلیمانی رو در واقع به ترور کردن و کشتن، به هلاکت رسوندن این فتنه‌گر در منطقه رو، هواپیمای آمریکایی بالا سر ایران اومدن، این رو به صورت پشت پرده و تو چند تا مقاله نوشته شده در جهان، چند تا هواپیمای آمریکایی بالا سر ایران ظاهر شدن و ظاهرا اهدافی رو دنبال میکردن برای زدن و انتقام از ایران، و این آخوندها و سپاه پاسداران به خاطر این که مظلوم نمایی بکنن همیشه مردم خودشون رو نابود میکنن. مثل کسی میمونه که رفته باشه دزدی کرده باشه یا هیزی کرده باشه یا کسی رو زده باشه، اونا بیان به انتقام، طرف بچه خودش رو میزنه یا میکشه و میندازه تا گردن اونها. اینها به خاطر اینکه اونها حمله نکنن، این هواپیماهای که بالا سر ایران حمله نکنن، هواپیمای در واقع خودی خودشون رو به نوعی خودی بوده، چرا که حالا درست اوکراینی بوده ولی اینکه از فرودگاه اینا بلند شده، زدن تا بعدن بتونن بندازن گردن آمریکایی، مثل همون هواپیمایی که از بندر عباس بلند شد و 4 تا F-14 روش بود، F-14 و F-4 روش بود و میخواستن حمله کنن، اون هم قربانی در واقع سیاست های غلط و منحرف اینها شد. این کار رو کردن، هواپیما خودشون رو زدن که بزن گردن آمریکایی. ولی از اونجایی که علم بسیار پیشرفت کرده و آخوندها هنوز در چاه به سر میبرند، سریعا آمریکایی‌ها این اطلاعات رو پخش کردن و موشک و اطلاعات رو پخش کردن که موشک از کجا بلند شده و کجا خورده. اینها نتونستند آمریکایی‌ها رو محکوم بکنن که زدن، وگرنه نقشه اصلیشون این بود که خودشون رو بزنن و بندازن گردن آمریکا. همونطور که صحنه حضرت رضا رو بم گذاشتن، همونطور که خودشون افراد خودشون رو زدن مثل رفسنجانی و دیگران، همونطور که مطهری رو کشتن، مفتر رو کشتن، افراد خودشون رو کشتن. البته اینایی که نام بردم همه آخوندیست بودن و به هلاکت رسیدن، ولی ما خوب، همونطور که پسر خمینی رو کشتن، ما خوب میدونیم که اینها سینما رکس آبادان رو آتیش زدن و انداختن گردن شاه. فلاکت و بدبختی و بیچارگی که مردم ایران میکشن امروز، با توجه به ثروتمند بودن ترین کشور در منطقه و بعضی از خانواده به نون شب محتاجن، بعضی از گرسنگی خودکشی میکنند، از سر همین آخوندها و دین منحرفشون هست. من از شما میخوام که صدای منو به همه برسونید. ما ایرانی‌ها درد داریم. به شما هنوز از رون میگید و اصرار دارید به حرفای باطل خودت. درود به شبکه یک کلمه، درود به انسانیت شما و تلویزیون ملی ما، تلویزیون کلمه است، نه تلویزیون خودمون.